سلام، امروز 31 فروردین ساعت 5:45 منطقه زردنجان اصفهان، این کوه انرژی هسته‌ای، ساعت 5:30 صبح صدا انفجار و تیر اومد. هیچ خبری نبود، صدا پدافند دفاعی بود، همین پدافند هوایی. این عزیزان که اینجا میبینیم صدا ایشون ها بود و اونجا امن امون، هیچ خبری نیست. حتی اقل توی منطقه که ما هستیم نه جای خورد نه جای آسیب دید، هیچ. حمله به پایگاه هوایی رژیم در شمال شرق اصفهان. منابع اسرائیل: حمله موشکی بود. رسانه ها و مقامات رژیم: حمله پهپادی با 3 ریز پرنده از داخل خاک ایران انجام شده. هیچ کشته و زخمی از این حمله گزارش نشده است. اسرائیل از قبل آمریکا را مطلع کرده بود. آمریکا میگوید هیچ نقشی در حمله نداشت. منابع اسرائیلی میگویند حمله محدود و هشدار دهنده بود. پایگاه 8 شکاری در اصفهان دارای 5 گردان است. شامل گردان 81 شکاری F-14، گردان شکاری سوخوی 35، گردان شکاری F-7، گردان آموزشی PC-7 و گردان آموزشی یاک-130. نیویورک تایمز: مقامات رژیم ایران حمله را کم اهمیت جلوه دادند. واکنش های اولیه مقامات رژیم ایران و اسرائیل نشانه ای از این است که هر دو به دنبال تنش زدایی هستند. هیچ آسیبی به سایت های اتمی رژیم وارد نشده است. ریشی سوناک، نخست وزیر انگلستان: واقعه شب گذشته حاکی از متحول بودن شرایط است. فرانسه، چین و ژاپن خواهان تنش‌زدایی و خیشتنداری شدند. معاون وزیر خارجه فرانسه بر حق دفاع از خود اسرائیل تاکید کرد. سرلشکر بسیجی عبدالرحیم موسوی، فرمانده کل ارتش رژیم: چند شیء پرنده بود که به آنها تیراندازی شده بود. سرلشکر بسیجی کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش رژیم: اگر اشیای پرنده مشکوکی همانند حادثه شب گذشته عرض اندام کند، از آماج قدرت پدافند ما بی نصیب نخواهد بود. پهپادها و موشکهای نقطه زن نیروی هوایی از گنبد آهنین عبور کردند و این درس عبرتی برای اسرائیل بود. پاسدار فدوی، جانشین سرکرده کل سپاه پاسداران: اگر اسرائیل به حماقت خود ادامه می‌داد و کوچکترین اقدامی انجام می‌دادند، با شدت بسیار بیشتری اقدام متقابل صورت می‌گرفت و آن وقت نمی‌فهمیدند که چه ضربه بزرگی خورده‌اند. آخون نور مفیدی، امام جمعه خامنه‌ای در گرگان: رسانه‌های معانه دست به دروغ پردازی و جفسازی زدند و این ریز پرنده ها را حمله اسرائیل اعلام کردند، اما منشأ این ریز پرنده خارج از کشور نبوده است. آخوند حسینی، امام جمعه خامنه‌ای در یاسوج: اسرائیل با فرافکنی رسانه‌ای در صدد بازگرداندن آبروی از دست رفته خود است.
صدای انفجار در اصفهان یک صدای عادی بود. هیچ اتفاق دشمن شادکنی رخ نداد. ناظران سیاسی، هرچند حمله اسرائیل به پایگاه هشتم شکاری در اصفهان محدود بود و تلفاتی نداشت و اسرائیل آن را بر عهده نگرفته، اما حاکی از تشدید وضعیت و ادامه جنگ با رژیم است. سر کلاف تازه باز شده و ادامه خواهد یافت. روزنامه معاریب چاپ اسرائیل: در حمله موشکی رژیم ایران در شنبه شب گذشته، درصد موشک‌ها و پهپادهای منحرف شده 84% بوده است. 99% درست نبود. معارف: 5 موشک رژیم ایران به پایگاه نظامی رامون اصابت کرد. طبق ارزیابی ماهواره‌ها، حداقل 1 موشک به یکی از ساختمان‌های تأسیسات اتمی دیمونا اصابت کرده و 2 موشک نیز به اطراف این تأسیسات برخورد کرده است.